پدری بود بدمست، همیشه مست و الست به خانه می آمد و قهر و غضب خود را از همسر و دو فرزند خود می گرفت. هر باری که با این عادت به خانه وارد می شد، همسر و دخترش از پدر جدا می شدند و در یک حجره تنهایی اختیار می کردند. اما یگانه پسرش، بر علاوه آن که پدرش خیلی بدقهر بود و شاید آن را هم زیر لط و کوب هم قرار می داد، جانب پدر با چشم بد نگاه نمی کرد و هر فرموده پدر را با جان و دل اجرا می نمود. روز از روزها پدرش با همون شکل به خانه می آید و همسر و دخترش که از او جدا می شوند با پسرش تنها می ماند و از او سوال می کند که پسرم، چرا تو مثل مادر و خواهرت رفتار نمی کنی؟ هر باری که من مست و الست به خانه می آیم، تو با عوض همه قهر و غضبهایم با من با نیکی صحبت می کنی و هر فرموده مرا با جان و دل اجرا می نمایی. اسرار این در چیست؟ پسر با ترس و هراس به چشمان پدر نگاه می کند و می گوید، من یک همسبقی دارم که پدر ندارد و همه همسبقان من در هنگام درس او را مزاح و مسخره می کنند و می گویند که تو یتیم هستی و پدر نداری. هر روز اشک چشم همسبق من در بر رخساره هایش به خانه می رود و من از این خلاصه می کنم که پدر جان، تو هر نوعی که هستی، همین که بالای سر ما هستی و بودنت شکر می کنم. با اذن خداوند شاید چیز دیگر هست که پدر را عقلش به سر می افتد و از همین لحظه بعد از سخن فرزندش او ترک عادت خود می کند و پدر خوب فرزندان و همسر نیک همسرش می شود. و ما نیز خواهش می کنیم که پدران فرزندان خود را و فرزندان پدر و مادر خود را عزت و احترام کنند.